الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مؤسسان نهاية عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما قرار داریم و میخواهیم در واقع مضمون حدیث شریف یا احادیث احکام از سمستر چهارم از طریق آنلاین و از طریق پوهنتون جامعی خدمت شما تقدیم کنیم. امیدواریم که بشه از درس ما و شما بهره ببریم و استفاده بکنیم. ما امروز سعی میکنیم در این جلسه که در حقیقت هفته هفتم درس های سمستری ما و شما هست و جلسه هم جلسه اول که هر روز ما و شما دو کردیت داریم به نام جلسه اول و جلسه دوم، بیشتر موضوع محوری و بحث اساسی که میشه او را ما عنوان درس خود بدانیم، موضوع بهترین روزه نفلی یا بهترین روزه های نفلی است که البته تفصیل عناوین را اینجا ما و شما تحت نام فهرست مطالب داریم. بحث اول که از احادیث و روایاتی که امروز در درس ما و شما آمده نیست دانسته میشه، بحث بهترین روزه نفل و موضوع دیگر هست کراهیت روزه وصال، و بحث سوم که باز هم در جریان احادیث توضیح داده میشه فضیلت سه روز روزه در هر ماه و فضیلت نماز تهجد یا نماز شب. حالا میریم انشاءالله به طرف درس. عنوان بحث ما و شما عنوان اساسی هست باب و افضل صیام و غیره، بهترین روزه ها و مسائل دیگر، که انشاءالله این بحث را تحت این عنوان در دو جلسه خدمت شما تقدیم میکنیم. حدیث هست عن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما می فرماید رسول الله صلى الله عليه وسلم ما را از روزه گرفتن پی در پی بدون افطار و سحری منع فرمودند. اصلا این بدون افطار و سحری تشریح وصال است یا تشریح روزه پی در پی است. برخی به ایشان گفتند، اصحاب عرض کردند یا رسول الله انک تواصلو، یا رسول الله ولی شما این کار را انجام می دهید، یعنی شما روزه وصال روزه پی در پی می گیرید. قال اینی لستو که هیئتکم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند من مثل شما نیستم، حالتی که من دارم متفاوت است از حالتی که شما دارید. اینی اطعم و اسقا، به من غذا و آب رسانده می شود. متفق علیه، حدیث حدیث بخاری و مسلم، و رواه ابو هریره و عائشه و انس بن مالک رضی الله تعالی عنهم و لمسلم عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. این حدیث را ابو هریره و عائشه و انس ابن مالک رضی الله عنهم نیز روایت کرده اند، یعنی همان گونه که عبدالله ابن عمر روایت کرده بود. و در صحیح مسلم از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده که پیامبر علیه السلام فرمودند فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، پس هر کس از شما خواست به روزه اش ادامه دهد فقط تا سحر ادامه بدهد، نی بیشتر از سحر، یعنی میشه که سحری بخوره و باز فردا شب در اول شب افطار نکنه تا سحر انتظار بکشه، از این سحر تا سحر دیگر غذا بخوره. یعنی گویا این نوع وصال را پیامبر علیه الصلاه و السلام اجازه دادند. حالا میایم طرف واژگان و بیشتر اینجا ما به کلمه وصال با کسر وو ضرورت داریم که کمی را شرح بدیم. وصال مصدر است، واصل یواصل و
مواصلتا و وصالا، مثل که میگیم جاهد یجاهد و مجاهدتا و جهادا، در لغت به معنای پیوسته بودن، و در اصطلاح آن است که بدون افطار در شب به صورت دوامدار به روزه ادامه داده شود، که کسی روزه داره و شب هم تا صبح هیچ نمیخوره، یا به تعبیر دیگر روزه فردا را به روزه امروز وصل میکنه. دو شبانه روز پیاپی روزه میگیره، و یا این که از یک سحر تا سحر دیگر چیزی نخورد، طوری که در روایت آمده، به این هم وصال گفته شده. بیایم طرف حکم فقهی این حدیث. در مورد روزه وصال سه نظر وجود داره، سه نظر مشهور در میان علما هست. الف، سه امام یعنی ابو حنیفه، مالک و شافعی رحمهم الله این کار را برای امت حرام و ناجائز می دانند. البته تنها برای امت، نه برای پیامبر علیه السلام، چون در روایت آمده که پیامبر علیه السلام امت را از روزه وصال منع می کردند، ولی خودشان روزه وصال می گرفتند. در این روایت هم این بحث آمده بود که وقتی بعضی ها انتقاد کردند که شما روزه وصال می گیریم، گفتم حساب ما از حساب شما جدا هست، برای ما غذا داده میشه، برای ما آب داده میشه. و دلیل جمهور این حدیث و احادیث دیگر است که از این کار منع میکند. یعنی از جمله می حدیث 91 میبینیم در اینجا پیامبر علیه السلام اصحاب را از این کار منع کردند. نظریه دوم، به عبدالله ابن زبیر، ابراهیم ابن یزید تیمی و عده دیگر آن را برای کسی که توان داشته باشد جایز دانستند. اگر کسی قوی باشه، نیرومند باشه، بتوانه روزر به روز بعدی وصل کنه و در شب هیچ چیز نخوره، این بزرگوارا برای او اجازه دادند. دلیلشان آن است که یک بار پیامبر علیه السلام با یاران خود دو روز پیاپی روزه وصال گرفتند. یعنی به یاران خود گفتن خوب است که شما حالا قبول نمی کنیم، بیاییم روزه بگیریم. همی که پیامبر علیه السلام با اونها روزه گرفتند، گویا که این عمل را تایید کردند. و دیدگاه سوم، جیم، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق و ابن المنذر رحمهم الله میگویند وصال تا سحر جائز است، ولی بهتر عدم وصال است. یعنی اجازه میدن که کسی از یک سحری تا سحری دیگر چیزی نخوره، با آن هم میگن بهتر ای است که این کار را هم نکنه، در اول شب بخوره تا ای که عجله در افطار کرده باشه، که سنت است. اما بیشتر از آن مکروه است. میگن اگر به صورت دو روز پیاپی بود که در شب هیچ نخورد، او کراهیت داره. و دلیلشان حدیث صحیح مسلم است که در اینجا روایت شده است. ما و شما خواندیم در حدیث که فرمودن هر کس از شما میخواهد روزه وصال بگیرد، پس میتواند تا سحر روزه بگیره. در این قسمت آمده بود در صحیح مسلم. این دلیل امام احمد ابن حنبله در این مورد. خب به هر صورت در اینجا جمهور علما درباره استدلال گروه دوم میگویند آنچه پیامبر علیه السلام، یعنی گروه دوم عبدالله ابن زبیر، ابراهیم ابن یزید و دیگرها که میگفتند اگر کسی قوی باشه اشکال نداره، میتوانه روزه وصال بگیره، جمهور علما درباره آنها دلیل آنها و استدلال آنها میگویند آنچه پیامبر علیه السلام برای یاران خود اجازه دادند به هدف تهدید بود تا بدانند که از این کار عاجزند. یعنی به هدف تهدید کردن گفتن شما روزه بگیریم. و از جانب دیگر هرگاه تا سحر روزه وصال بگیریم، سنت افطار و تعجیل در آن فوت میشه. به می خاطر گروه دوم و سوم دیدگاه هایی که دارن از طرف گروه اول یا جمهور علما رد شده. اینجا یک نکته ای که لازم بود چون در حدیث آمده بود توضیح داده بشه، این نکته رو هم یادداشت کردیم تا خدمت شما تقدیم کنیم. هدف از داده شدن غذا که آمده برای ما غذا داده میشه و آب داده میشه برای پیامبر علیه السلام، یا این است که غذای حسی و حقیقی برایشان داده میشد، از بهشت آورده میشد،
و یا اینکه لذت مناجات با پروردگار و عبادت پروردگار نیروی معنوی به ایشان عنایت می کرد که هیچ گرسنگی و تشنگی احساس نمی کردن. یعنی یا در واقع برایشان غذا و نوشیدنی حقیقی داده می شد و نظر دیگر اینه که همو اندازه قوی و نیرومند نگه داشته می شدن مثل که غذا خورده باشند یا آب نوشیده باشند. توجیه دوم درستر است، زیرا بنا به توجیه اول وصال باقی نمی ماند. اگر قرار باشد در روز یا در وقت برایشان طوری که در بعض روایات کلمه ازلو آماده، یعنی در روز به ما داده میشه، اگر غذا حقیقتا داده بشه خب روزه فاسد میشه، پس او وصال باقی نمیمانه. بهتر توجیه امینه که در واقع پیامبر علیه السلام با داشتن نیروی سرشار معنوی چنان جسم مبارکشان قوی و نیرومند گردانیده میشد که اصلا مثل ای که غذا خورده باشند جسم و بدنشان قوی بود و احساس گرسنگی و تشنگی نمی کردند. یک نیروی معنوی برایشان از جانب الله متعال داده می شد. خب حالا بیایم طرف پیام های این حدیث. یک، روزه وصال برای امت حرام است. دو، روزه وصال برای کسی که توان آن را داشته باشد تا سحر جایز ولی خلاف اولاست، که حتی امام احمد هم همین نظر دارند. سه، پیامبر اکرم علیه السلام برای امت خود خیلی ها مهربان بودند و همین سبب از روزه وصال منع کردند. پیام چار، در دین زیاد روی جواز ندارد، یعنی چوکات و محدودهی که دین برای ما تعیین کرده باید به او پایبند باشیم. و پیام پنجم، روزه وصال از کارهای ویژه پیامبر علیه السلام بوده است. خب میریم طرف حدیث بعدی. 192، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال اخبر النبی صلی الله علیه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما می فرماید به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده شد که من می گویم إني أقول، به خدا قسم تا زمانی که زنده هستم روزها را روزه می گیرم و شبها را به نماز شب می ایستم. ای سخنی که ما گفته بودم به پیامبر علیه السلام گفته شده بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انت الذی قلت ذلك. پیامبر صلی الله علیه و سلم به من فرمودند آیا تو چنین گفته ای که من شبها را تا صبح نماز میخوانم و هر روز را روزه میگیرم؟ فقلت له قد قلته بابی انت و امی. گفتم پدر و مادرم فدای شما باد یا رسول الله، چنین گفتم. درست خبری که به شما رسیده؟ قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم و افطر و نم و قم و صم من الشهر ثلاثة ايام فإن الحسنة بعشر امثالها و ذلك مثل صيام الدهر. فرمودن نمی توانی این کار را انجام بدهی، لا تستطيع ذلك. و فرمودن بعضی روزها روزه بگیر و برخی دیگر را افطار کن، که در اینجا آمده و فصم و افطر و نم و قم و مقدار از شب را بخواب نم و مقدار دیگر به نماز بیست که قم قیام کن و نماز بخوان. و فرمودن و صم من الشهر ثلاثة ایام و سه روز از هر ماه را روزه بگیر. و در ادامه فرمودند فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا، زیرا پاداش هر کار نیکی ده برابر است. و با این حساب گویی تمام سال را روزه گرفته ای. وقتی تو از هر ماه سه روز روزه بگیری این سه روز معادل سی روز میشه، مثل ای است که گویا تو تمام وقت در و تمام سال روزه گرفتی. قلت اني لا اطيق افضل من ذلك. گفتم من می توانم بهتر از این را انجام بدهم، یعنی بیشتر روزه بگیرم. فرمودن فصم یوما و افطر یومین. فرمودن بنابراین یک روز روزه بگیر و دو روز افطار کن.
یعنی تقریبا همینطور میشه که در ماه گویا 10 روز روزه گرفتی و 20 روز را افطار کردی. قلت انی لا اطیق افضل من ذلک، گفتم من میتوانم بهتر از این را انجام بدهم. فرمودند فصم یوما و افطر یوما فذلک صیام داوود علیه السلام، یک روز روزه بگیر و یک روز افطار کن، این روزه داوود علیه السلام است و بهترین نوع روزه گرفتن است. و این در واقع در بخاری و مسلمی روایت شده، متفق علیه. و فی روایت قال لا صوم فوق صوم اخی داوود علیه السلام. و در روایت دیگر آمده که روزه نیست بهتر، در روایت آمده است که فرمودند بالاتر از روزه داوود روزه ای نیست، بهتر از او دیگر روزه ای نیست. شطر الدهر فصم یوما و افطر یوما، روزه نصف سال است، پس یک روز روزه داشته باش و یک روز افطار کن. امیدوارم ترجمه حدیث دانسته باشیم و به پیام های حدیث توجه کنیم. پیام های حدیث یک، روزه داوود علیه السلام بهترین روزه بوده است، روز در میان. و پیام دوم، پیامبر علیه السلام اندازه قدرت و توان امت خود را می دانستند، لذا هر کس را به حد توانش دستور می دادند. و اینجا می بینیم به عبدالله ابن عمرو میگن که تو قدرت این کار را نداری، نکنی کاره. و پیام سه، آخرین درجه بهترین روزه ها روزه گرفتن یک روز در میان است. و پیام چهارم، روزه گرفتن هر روز مکروه است که آن را صوم الدهر می نامند و از این کار پیامبر علیه السلام منع فرمودند. و پیام پنجم، دین اسلام در همه امور طرفدار آسانی و سهولت و اعتدال و میان رویست. روایت بعدی، حدیث 193 عن عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما می فرماید، امو که در روایت قبلی هم جریان روایت می کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند ان احب الصيام الى الله صيام داوود و احب الصلاه الى الله صلاه داوود. فرمودند محبوب ترین روزه نزد خداوند روزه داوود علیه السلام است و محبوب ترین نماز نزد خداوند نیز نماز داوود علیه السلام است. چگونه؟ کان ینام نصف اللیل و یقوم ثلثه و ینام سدسه و کان یصوم یوما و یفطر یوما. اول نماز داوود را توضیح دادند، فرمودند نصف از شب را میخوابید، سپس یک سوم شب را نماز میخواند، بعد از آن یک ششم باقی مانده را میخوابید. و درباره روزه چه کار میکرد؟ و یک روز روزه میگرفت و روز دیگر افطار میکرد. پیام های حدیث، پیام یک، عبادت به روش داوود علیه السلام در شب به این دلیل بهترین گفته شده است چون انسان خسته نمی شود، چنانچه نخست نصف شب را استراحت میکند، سپس یک سوم را عبادت می کند و در پایان یک ششم باقی مانده را نیز می خوابد. یعنی در واقع جلوگیری می شه از خسته و مانده شدن، هم خواب می شه و هم عبادت می کنه. دو، در عبادت باید معتدل و میان رو باشیم، نه افراد کنیم و نه هم کوتاهی. و حدیث 194 که آخرین حدیث جلسه اول ما و شما از این هفته هفتم است، عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال اوسانی خلیلی بثلاث صیام ثلاثه ایام، اوصانی خلیلی بثلاث صیام ثلاثه ایام من كل شهر و ركعتي الضحى و ان اوتر قبل ان انام، متفق علی. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به سه چیز سفارش نمودند، این که 3 روز از هر ماه را روزه بگیرم و هر روز 2 رکعت نماز چاشت بخوانم و همچنین قبل از خوابیدن نماز وتر را بخوانم. پیام های حدیث، یک،
سه روز روزه گرفتن از هر ماه سنت است و بهتر است روزهای 13، 14 و 15 ماه باشد. 2. خواندن نماز چاشت، نمازی که با سپری شدن 1/4 روز از 4 حصه یک حصه که سپری بشه خوانده میشه، این به نام دوها و به نام نماز چاشت یاد میشه. اون نمازی که باز متصل به طلوع آفتاب خوانده میشه بعد از اینکه آفتاب هموار شد به نام نماز اشراق یاد میشه. خب اگر کسی، پیام سوم، اگر کسی به بیدار شدن اطمینان نداشته باشد، بهتر است نماز وتر را قبل از استراحت بخواند. در غیر آن خواندن آن بعد از تهجد بهتر است. خب معلوم میشه که ابو هریره یا عادت به بیدار شدن نداشت و یا به خاطر که مصروف کارهای علمی و روایت کردن احادیث و حفظ احادیث بود که اینها برای از او خیلی مهمتر بود، پیامبر علیه السلام هدایت دادن که او به خواندن نماز وتر قبل از استراحت مبادرت بورزه، نماز وتر بخوانه تا یکی از این ناحیه راحت باشه. ای بود مطالبی که در این جلسه، در جلسه اول یا در کردیت اول درس هفته هفتم ما و شما خدمت شما ارائه کردیم. الله متعال به ما توفیق بده که انشاءالله احادیث رو به خوبی و درستی بفهمیم و به اینها عمل کنیم و انشاءالله در جریان درسها و امتحانات هم از این درسهایی که خواندیم استفاده ببریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.